Appeal number 22. Begin. Oh. You have a battery? No, not that. No driving car. I'm going to keep polishing up the... بابا این بود که وقتی من را میدید میفرمود که فکر من بکن، من را دوست بدار، فکر من بکن، فکر من باشه. صحبت همش رو فکر تکیه داشت که فکر من بکن، فکر دیگه نکن. خلاصه بازم همین دست انداز فکر و خیال هنوز من را هنوز تسلط پیدا نکرده بودم به اون فکر و خیال خودم، تا اینکه یکی از این روزها بابا تو حال نمره 2 که الان موزه باباست، اون تو منزلمون بود، بابا من را صدا کرد و گفت بیا تو. من رفتم تو و گفت بشین. نشستم. وقتی که نشستم با اشاره، خوب البته اشارات بابا خوب میفهمیدم، هم این یه کاردی بود که ABCD روش نوشته بود، هر حرفی که مفهوم من نبود با اون به فارسی میگفت، میگفت و منم میفهمیدم. خلاصه بابا نیم ساعت اینجا پای من معطل شد که ده میگفت که چه فکر تو مغز تو ازش بگو، فکرت بگو. من روم نمیشد که من بد و بیرا به تو میگم، خب نگفتم، روم نمیشد، تا اینکه بابا با اشاره به من گفت که تو اینطور فکری داری. بازم من خودم به اون کوچه زدم که یعنی نفهمیدم چی میگی. خب من میخواستم زمین دهن وا کنه من اینجا فرو برم، از بس که خب خجالت کشیدم. میدونستم که بابا میفهمه، ذره ذره از افکار من او با خبر هستش، همه اینا خوب میفهمیدم. تا اینکه بابا با فارسی از روی حروف انگلیسی فرمود فکر من را گفت. بازم من خودم به اون کوچه زدم که نفهمیدم. یه وقتی بابا با اشاره فرمود که خوب فهمیدی، اما خودت به اون کوچه میزنی، خوب فهمیدی. هیچ چیز گذاشت و رفت. گفت من پای هیچ کس اینقدر معطل نشدم که حرف ازش بپرسم. تو شانست خیلی بلنده، خیلی بلند، اقبالت خیلی بلند هستش، خیلی شانس داری. چرا پشت پا میزنی به شانس خودت؟ خلاصه خب البته منم اون موقع خب 16 ساله دیگه فکرش ناقصه، عقلی نداره بود. و خلاصه مدتی همینطور بازم تو همون دست انداز فکر و خیال، اما خب خیلی تسلط پیدا کرده بودم. همین موقع که بابا فرمود فکر من او گفت، یواش یواش من داشتم به فکرم تسلط میکردم، تا موقعی رسید که من وقتی که میشستم مشغول عبادت میشدم، یعنی فکر بابا میشدم، هیچ فکری نمیتونست مغز من بیاد. Reel number 23. Again. بله، غافل از این که ما دیگه موقع هجرت پیش اومده و نمیدونستیم، بی اطلاع بودیم. و در اون موقع من کاملا دیگه فکرم در اختیار خودم اومده بود، یعنی در موقع تفکر دیگه هیچ فکری در مغز من نمیتونست اصلا اثر بگذاره. یا مثل آدم که تو ماشین زره پوش نشسته، هرچی گله بهش بریزن گله میریزه، همطور حس میکردم که فکر میخواد بیاد اما نمیتونست که به مغز من اثر بگذاره، بنشینه رو مغز من. و در همین حال که مشغول تفکر بودم، وقت و بی وقت، گاه و بیگاه، بابا می اومد. همطور من موقع تفکر بابا می اومد بالای سرم. همین که بابا میخواست بیاد بالای سر من، من تو اتاق بودم، بیرون اتاق حس میکردم که بابا داره میاد. میدونم طولی نکشید که بابا بالای سر من
سر من تو سینه خودش گرفت. من موقع مشغول عبادت بودم، سر من را میگرفت رو سینه خودش نگر میداشت و بعدم میگفت که مشغول باش، با اشاره میگفت مشغول باش و باز از در میرفت بیرون. هم تا راست میومد بالای سر من، خیلی بچه ها ردیف خوابیده بودن، اما خب من بیدار بودم. چطور بیدار بودم؟ موقعی که غرق تفکر بودم، یک نور خیلی لطیف ملایم در خودم احساس میکردم و غرق اون بودم و خواب دیگه نه به چشمم نمیومد، خواب نبودم، در حالتی بودم که بیداری لطیف، خیلی لطیف ملایم بودم و یک ذوق و شادمانی بی حد در قلب و مغز من به وجود اومده بود. یعنی در همون موقع به وجود میومد که من میتونم به جرأت بگم که اشخاص معمولی اگر یک ذره اون ذوق و اون حالی که من داشتم بهشون دست بده، فوری سکته میکردن، شوک برشون میومد که قدرت توانایی یعنی برداشت اون رو نداشتن. این میتونم بگم، به جرأت میتونم بگم. در همین حال بودم که بعضی روزها بابا من رو میخواست، میگفت که سیرت چی بوده، با اشاره میگفت. تا من یکی دوتا کلمه میگفتم، میگفت بقیهش کافیه دیگه، نگو، نمیگفتم. در همین حال بودم، بعضی اوقات بابا مثلا میومد اونجا طرف عصرا، همین موقع میومد اونجا جلو حال نمره دو، همینطور بیرون رون سنگ و شنها همینطور بابا میشست، ما هم اطرافش بچه ها بودیم، من که میرفتم طوری جلو بابا، همینطور بابا اینجور میشست، منم میشنگ زانون به زانی و بابا بودم همینطور، که اصلا میخواستم تو بابا محو بشم، همینطوری با همین حال اینجور بودم. به اندازه ذوق از میشه Real number 24. Okay, real number 24. Begin. وقتی در حضور بابا میشستم، دیگه سرتاپایم ذوق و محبت و بابا دوستی بود و وجود خودم را هیچ حس نمی کردم که من کی هستم، چه کار مشغول هستم. فقط اون دوستی بابا در من بود و به اندازه ذوق لطیف، ذوق روحانی در مغز و قلب من بود که به هیچ وجه نمیشه با زبون تشریح کرد. هر وقتی بابا از دور تا من میدیدم، بابا از دور یک بوسی میگرفت، از دور همطور بوس میگرفت از من و میومد جلو. وقتی که میومد، همطور که دست رو سر من میکشید، اصلا اون روح من، کاملا اون روح لطیف خودم را حس میکردم. اون موقع همطور مثل عطر و گلاب، همطور اون روح من داره شستشو میده، دست که میکشی رو سر منو میآورد پایین، داشت شستشو میداد و میومد پایین. چنون در حالی مست بودم که اصلا نمیتونم حرفش بزنم. اون مسیح البته روحی بودم، مسیح جسمانی نبود که فرض بکن یه پیاله شراب بخوری و مست بشه، اونطوری نبودم. اون مسیح روحانی بود که خیلی لطیف بود، خیلی خوشی آفریننده بود، ذوق آفریننده بود و اون یک نسیم بهشتی روی من باز شده بود که اصلا اون دیگه قادر نیستم بگم اون نسیم چیه یا اون موسیقی روحانی چیه، چطور بوده. همیشه برای من اون موقع که بودم بود، داشتم و بعد از اینم داشتم و الانم خب البته خیلی بهتر و بالاتر هستش، اونطور نیستش دیگه، نمیتونم اون دیگه تشریحش کنم. و به همین حال بودم که یکی از این روزها
بابا فرستاد که برم. یک ها گفتم که نکنه خواسته باشه من را به خونه و زندگی خودم، یعنی به وطن خودم بفرسته، یعنی ایران یزد. ها رفتم پلو بابا، تا بابا با اشاره اومد بگه دیدم خودشه، همونی که من اونجا عقب من فرستاد که برم، اونجا دیدم که همین حرف داره بابا، که هرچی میگم باشی گوش به حرف بدی. فهمیدم چیه، هیچ چاره نداشتم دیگه، نمیتونستم بگم نه. گفتم بله اطاعت میکنم. گفت خب بسی بری ایران دیگه، تا بعد از هر وقتی ما خبرت کردم اون وقت یه به مرتبه من بگیم. خلاصه اون موقع خیلی به اندازه ناراحتی برای من پیش اومده بود که اصلا دیگه همه این فکرها، همه این خیالاتی که تو راه بودم و کار میکردم تمام شد. تمام شد. Reel 25. وقتی بابا دستور صادر کردن که برم ایران، به اندازه ناراحت شدم، به اندازه اون خوشی و اون شادمانی که داشتم همون اندازه ناراحتی برای من پیدا شد و اصلا دیگه نمیدونستم کار روحانی چی هستش، چه کار بایستی بکنم. اصلا خیلی مثل آدم های دیوانوار دیوانه بود شده بودم، نمیتونستم کار کنم به هیچ وجه، کار روحانی خودم بکلی از دستم در رفت. تا اینکه خب فرمون برداری کردیم و اومدیم طرف ایران. وقتی به ایران اومدیم یواش یواش دیگه کم کم دیدم نه، اون مناظری که داشتم، اون چیزهایی که پلو بابا می دیدم دو مرتبه دارم، که مشغول کار شدم و از زمانی که عرض کردم تو گاری بابا سوار شدم اومدم بالای مهر اشرم و روز بعد از دور بابا را دیدم، اون تجربه عشق حقیقی اون موقع که بابا به من داد، یک آنی به من داد، دیگر اون موقع درک کردم، به تجربهش رسیدم که چجور بایستی دوست داشت، چجور در قلب خودت معشوق خودت را دوست داشته باشی. اون را به من یاد داد، همین به یک نگاهی که من از دور بابا را دیدم اینطور در قلب من الهام شد و اینطور به من تجربهش به من دست من اومد و از اون تاریخ تا به حال هنوز به تجربه کاملش نرسیدم، که هنوز تموم نشده، هنوز به تجربه کاملش نرسیدم، که خب البته اون بابا دوست داشتن. اون وقت من خیلی وقتا بود که کتاب بابا طاهر میخوندم که در کوه الوند تو یخ و برف و سرما افتاده بود و همیشه از عشق استادش یا خدای خودش یا معشوق خودش در راز نیاز بود و یخ و برف اطرافش آب شده بود و گیاه بهاری اطرافش سبز شده بود تو چله زمستون. من باور نمی کردم، می گفتم چطور ممکن استش که کسی عشق باطنی داشته باشه به ظاهر به بدن چه کار داره؟ اون یک عشقی هستش، یک قوهی هستش که در روح آدم به وجود میاد و روح آدم در راه تکمیل شدن و به تکامل رسیدن داره کار میکنه، به جسم کار نداره، روح علاه دستش، جسم هم علاه دستش. تا اینکه اون زمستونی که در یزد گیر افتادم که صحبتش کردم، که خیلی وقتی که یادم افتاد که بابا تو را ندیدم، این بود قول و قرار ما که به گریه افتادم، اون گرمی اون وقت از من در من به وجود اومد. اون وقت فهمیدم که آه البته به ظاهرم کار داره اون عشق. جای بابا. Reel number 26. Reel number 26.
begin. بله. وقتی من اشعار بابا طاهر میخوندم برای اینکه تو کوه الوند مشغول عبادت بود و گیاه بهاری در اطرافش تون یخ و برف که مشغول عبادت بود گیاه بهاری اطرافش سبز شده بود، من این مخالف این اشعار بابا طاهر بودم که چطور عشق حقیقی چه کار به این بدن داره، چه کار به این جسم داره، تا اینکه خودم به همین تجربه رسیدم. چطور؟ خواهرم مریض بود و همیشه هر چهار روز یک مرتبه چه زمستون و چه تابستون میرفتم چهار فرسخی شهری از ما منزلمون بود. نه پریزش در اومد. گله میگیره کارتا. Yeah, make sure you keep an eye on my cord just to make sure that I'm in good shape. All right, we'll continue. Just from where you are. Begin. منزل ما در چهار فرسخی شهر یزد بود و هر چهار روز یک مرتبه می رفتم برای همشیرم دوا می گرفتم و می اومدم. یکی از این روزا برف باریده بود و پیش از سفیده از ده خودمون راه افتادم برای شهر یزد که برم برای همشیرم دوا بگیرم. تقریبا یک فرسخ 6 کیلومتر راه که پیمودم یک طوفان خیلی شدیدی در سمت مخالف من شروع شد. به اندازه شدید بود که اصلا نمیتونستم، قادر نبودم که این راه را به آسانی طی کنم. یه الاغم همراه الاغم داشتم، البته اون وسایلم رو الاغ گذاشته بودم، اما لباسم خیلی مجهز بود. با اینکه لباسم مجهز بود خیلی سرما به من غلبه کرده بود. تا اینکه 12 کیلومتر راه که رفتم دیگه دیدم قادر به راه رفتن نیستم. در اون 12 کیلومتری منزل آقای خدایار توس و خداداد توس اونجا بود که اونها هم در شبانه روزی بابا بودن. من گفتم خب الان که موقع هوا طوفانی هستش میرم منزل اونها. خلاصه دیدم قادر به راه رفتن نیستم که سوار الاغ شدم. حالا میبینم الاغ هم اون راه نمیره و منم هیچ به کلی رو الاغ که نشستم مثل یک مجسمه یخ شدم. دیگه این با اعما و اندرون من به کلی همطور سرد 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 شده بود که تقریبا هر دقیقه یکی نفس میومد و میرفت. اینقدر نفسم کند شده بود که دیگه یواش یواش اصلا این سینه من دیگه طاقت نفس کشیدن نداشت. که یکو یادم افتاد که من بابا قول و قرار به من قول داده بود که من او را میبینم، زیارت او میرم. الان خوب دارم میمیرم. به گریه افتادم. همین که به گریه افتادم یکی اینم واسی بسن راست دهن باشه. چه داد که نشه سرت بکشه بدی. میگیره اینکه نزدیکی رو میگیره. ریل نمبر 27. حالا ببر. حالا ببر. من در موقعی که من یک مجسمه یخ بودم که هیچ قادر، یعنی قدرت از من سلب شده بود دیگه و نمیتونستم راه برم، روی الاغ که نشستم
بازم قادر نبودم الاغ را اون سوی که میخوام ببرم، الاغ نمیتونستم الاغ را هدایت کنم که بره. یکها به فکر بابا افتادم اون موقع، تا به اون موقع به فکر بابا نبودم، اما یکها به فکر بابا افتادم که بابا به من قول داده که یک مرتبه دیگه زیارت او را برم و او را زیارت کنم، که یکها از ته دل همطور گریه از دست من دیگه بی اختیار گریه شروع به گریه کردن کردم، که دیدم یک دیک آب مثل یک دیک آب جوش ریختن رو مغز من، همطور از طول ناخون من اومد بیرون. همون حالی که من منجمد بودم، سر و صورتم همینطور یخ بسته بود، عرق نشست تو پیشینی من و اون برف و بورانی که تو صورت من میزد با عرق پاک میکردم ده میریختم، و همون موقع دیگه قدرت پیدا کردم و الاغ را برگردوندم. 12 کیلومتر دیگه تو اون برف و بورانی که در مقابل این بورانی شدید بود داشتم میرفتم، عین خیالم نبود، مثل اینکه تو باغ بهاری هستم و مرتب این عرقم با برف پاک میکردم میریختم و میرفتم، تا اینکه رفتم شریعت و دوا خریدم و برگشتم. باز تا خونه اومدم هنوز اون صدر من، اون پیرن من هنوز خیس بود، که عرق کرده بودم هنوز خیس بود. بعد خونه اومدم لباسم عوض کردم، تا یک ماه هم از سینه من بلغم سیاه می اومد و حتی سر من هم یک مرتبه درد نگرفتم، نه تب کردم، نه سر درد گرفتم، نه سینه پلو کردم، خیلی خیلی هم خوب و خوش بودم. و در اون موقع دستگیرم شد، به تجربهش رسیدم که بابا طاهر که نوشته در اون کوه یخمندان همدان مشغول راز و نیاز و عبادت بود و گیاه بهاری اطرافش سبز شده بود درست است و حقیقت داره. حالا میخوای اسم خودت رو بگی؟ بله بله دیگه تموم شد. He finished that story with continuing reel 27. صحافت بیست تا من. شصت سه. نه، ممکن Begin. در تاریخ 63 مسیحی خواستم به زیارت بابا برم که بابا در قید حیات بودند، اما بودجه مالی نداشتم. آقا بدول برای من نامه نوشتند که درآمد شما چی است، از چه مجرای اموراتتون میگذره، که من برایشون مفصلا نوشتم که من اینجا باغ دارم و درخت دارم، اغلب سالها یخمندون و سرما میاد و گلهای درخت از بین میبره، و خب وقتی هم که سرما زد، گلهای درخت سرما زد، بله. Real number 28. بله. آقا بدونم بدون اجازه بابا نامه نمی نوشت و من هم مفصلا برای او نوشتم که وضعیت زندگی من این طور هستش، منحصرم به میوه سردرختی هستش که بایستی اون را خب یه مبلغی پول به دست بیارم، اگه چیزی اضافه از خرجم اضافه اومد خرج کنم بیام بمبه، ولا قادر به اومدن زیارت بابا نیستم. بعد آقا بدول نامه نوشت که برو اطراف درخت ها قدم بزن، بگرد، بگو به اجازه بابا، امسال با من 35 سال هستش که زیارت بابا نرفتم و سرما و زمستون حق ندارید درخت من، یعنی سر درختی من سرما بزنید، و بگرد اطراف درخت ها همین حرف بگو، شما دیگه خیال راحت باشه. منم همین کار کردم، اطراف درخت ها گشتم و به درخت ها گفتم که امسال من میخوام بعد از 35 سال برم زیارت حضرت بابا و دیگه سرما و یخمندون اذیت نکنید که سر درختی من رو از بین ببرید.
و همون موقع از میشه ماه اردیبهشت بود که یک پولی قرض کردم و دیگه مطمئن بودم که اینجا میوه دارم. رفتم طرف زاهدان و اونجا میخواستم با قطار برم که دیدم وقت میگذره. این دفعه با هواپیما از زاهدان ایرج پسرم پول طیاره بلیط خرید و من رو سوار کرد و رفتیم بمبئی و از بمبئی هم فوری سوار شدیم رفتیم طرف پونه گروه پرساد. همین که رفتم اونجا زور وسط زور بود که من دیدم این خیابونا پر از مردم هستش که دارم میرن طرف گروه پرساد. پرسیدم گفتم بله اینا زیارت بابا مهر بابا بودن و الان دارن مرخص شدن دارن میرن. من اینجا خیلی ناراحت شدم که من 3 روز دیگه وقت داشتم، الان 1 روزم از دستم در رفت، 2 روز دیگه باید اینجا پلو بابا بمونم. هیچ چیز، اون تاکسی والایی که من را سوار کرده بود من را برد تا تو گروه پرساد، همون جلو اون ساختمونای گروه پرساد من را پیاده کرد و خلاصه علی اکبر دیدم به دو اومد و میدونست علی اکبر که من اینجا نوشته بودن نامه برش. دیدم اومد و چمدون و این چیزا تو ماشین پایین آورد و من رو برد اونجا. گفتم که بابا چی درشن میده؟ گفت بله بعد از ظهر میده، مردم رفتن نهار و خوراک بخورن برمیگردن. من خیلی خوشحال شدم که بعد از ظهر باز میتونم بابا رو زیارت کنم. نشسته بودم همینطور تو حال خودم که نشسته بودم، تقریبا نیم ساعت اونجا تو راه رو نشسته بودم. علی اکبر گفت همینجا بشین. رفتم دست صورتم شستم و اونجا نشستم و آب خنک بهم دادند و خوردم و یک وقت تو حال خودم یه وقت دیدم علی اکبر داره میگه که نه بیدار هستی بیدار هست. من داشتم چی میگفتم؟ آیا من خواب میبینم یا بیدار هستم؟ در حالت بیداری آیا یا خواب هستم که من اینجا هستم؟ داشتم میگفتم که علی اکبر گفت که نه بیداری بیداری بیداری. Okay. Reel number 29. Again. بله علی اکبر در جواب من گفت بیداری بیداری. من به خودم که اومدم دیدم ها من دارم این کلمات دارم با خودم میگم که آیا خوابم یا بیدار. چه مدتی تقریبا در حدود 1/4 ساعت دیگه تعامل کردیم که علی اکبر اومد و گفت بابا تشریف آوردن تو سالون. ما یه خورده دیگه تحمل کن بنشین که یه خورده جمعیت هم بیاین و مرتو برو. گفتم خیلی خوب. تقریبا 10 دقیقه نکشید دیدم علی اکبر خیلی کم حوصله تر از من هستش. فوری اومد و این یه خورده از پسته و گز و عسل و این چیزا با خودم برده بودم که علی اکبر همه اینا رو بغل کرد و برد جلو اونجا. بابا بابام همون موقع هر چیزش به یک هر تیکش به یکی داد، مثلا پسته به یکی دیگه داد، عسل به یکی دیگه داد، نمیدونم گاز به یکی دیگه داد، هر چیزی به کسی دادن و داد. و خلاصه حالا من دم در میخوام تو برم، گفتم ای من در حضور خدا آخر چجور با این جسم کثیفم برم جلو؟ این خیلی بی احترامی میشه، چه کار کنم؟ همطور تو اون فکر بودم که بابا ده همطور دیدم تبسم خیلی ملی همطور بلوانش هست و ده با اشاره میگه بیا جلو بیا جلو بیا جلو، که خلاصه من از اونجا دم در راه افتادم و با یک حالت خیلی خوشحال بودم، خوشحال زیاد از اندازه خوشی در من به وجود اومده بود که رفتم در حضور بابا که این مثلا اون دوری 35 ساله همون آن از من سلب شد، هم تموم شد همون آن دیگه، اصلا دیگه نمیدونستم هجر و دوری چی بوده. خلاصه خوش و راحت بودم. بابا رفتم پای بابا رو ببوسم، بابا منو بغل کرد بغل کرد و خلاصه منم با آهستگی او را بغل کردم، چون علی اکبر گفت بابا موره پشتش درد میکنه، منم با آهستگی او را گرفتم و خلاصه همونجا بغل خودش پیش بغل پای خودش من را نشوند. و تا اون روز تا غروبش که ترمن 2 ساعت بابا نشست و درشن داد به همه، من خب با بابا همیشه هم دم به دم با من با اشاره میگفت که خوب هستی. و من اول پرسی بابا کردم بابا حال شما چطوره؟ پاتون چطوره؟ گفت من خیلی خوب هستم. با اشاره میگفت من خیلی خوب هستم.
یک وقتی من یک ها تو اون فکر افتادم اه بابا که خدا هستش دیگه، حال خدا دیگه پرسیدن نداره که احوالش چطوره. همینجور تو فکر و خیال افتادم و این دفعه بابا دیگه دیدم که همطور دهنش بلند مثلی که حرف میزنه، لبانش همطور بلند وا کرد، گفتم الان بابا داره سکوتش میشکنه حرف میزنه، که بابا یه چند مرتبه لباشو وا کرد و هم گذاشت مثلی که داره حرف میزنه، اما صدا ازش خارج نشد، از دهنش از لبانش صدا خارج نشد. و خلاصه beginning reel 30 again. بله، روز این که روز اول بود، روز دوم نمایش میدادن تو اونجا گروه فرستاد که بابا چجور در سن طفولیتش که دبیرستان میرفت بابا جان را پیدا کرده، و اون نمایش بود. خیلی نمایشش هم مفصل بود و خیلی قشنگ بود و تماشا کردیم. و خلاصه روز سومم گذشت و روز چهارم، روز چهارم که اومد دیگه بابا فرمودن خیلی خوب دیگه تا امروز بیشتر مولد ندارید اینجا بمونی و بایستی دیگه بری طرف ایران. من به بابا گفتم که بابا من الان 35 سال است که شما رو ندیدم، اجازه بده یک 20 روز یک ماه اینجا پلو شما اینجا باشم اگه اجازه میدی. گفت فرمودن که نه، من در ایرانم همراه شما هستم و برو برای من کار بکن، حتی اگه جونت هم رفت هیچ اهمیت نده و برای من کار بکن. گفتم چشم. هیچیز پس از درشن و خدافسی خیلی هم ناراحت بودم. یعنی یک روز که روی مونده بود روز سوم خیلی ناراحت بودم که حتی دیگه نمیتونستم، تا به تحمل نداشتم که اونجا در حضور بابا باشم. دیدم اینقدر شدیدن بغض اومده که اصلا رای گلو من که اصلا دیگه هیچ نمیتونم اینجا تو جمعیت بشینم. البته صدای منم اگر تو جمعیت در بیاد خب همه خوب ناراحت میشن و شلوغ میشن اونجا دیگه. فوری علی اکبر با اشاره چیز کرد و فهمید که من حالم منقلب شده، من رو بود بیرون. و خلاصه یه روبی بیرون بودم و تا اینکه خب دلم خالی شد یه خورده گریه کردم و دو مرتبه من رو آورد تو. باز همونجا البته اشخاص خیلی اونجا جا پر بودن، بلند میشدن نزدیک بابا بلند میشدن جا به من میدادن که پلو بابا بنشینم. خب همه میدونستن که من بعد از 35 سال تازه رفتم زیارت بابا. خلاصه روز بعدش بابا فرمایش کرد نه برو. دیدم که نه پیش نمیره. خلاصه من خیلی هم ناراحت بودم، نافرمانی هم نمیتونستم بکنم، که رفتم طرف بمبئی. بمبئی که رفتم، حالا رفتم تو قنس کجا؟ فرودگاه، اونجا هواپیمایی که بلیت میفروشن بلیت بخرم، میگن که نه از پول ایران بازی بلیت بخری، شما پول هندوستان حق نداری بلیت بخری، پس چه کار کنیم تکلیف چیه؟ گفتم بله بایستی از ایران بلیت طیاره برای شما بخرن بفرستن، تلگرافی بفرستن، شما اینجا سوارشی رو بری. حالا کور از خدا چی میخواد دوتا چشم بینا؟ منم خیلی خوشحال شدم که اینها بلیت به من ندادن و الان بانه دارم که برگردم. تا رفتم خونه زور شد و بعد از اون گفتم که من میخوام برم پونه گروه پرساد. گفت بابا ریل نمبر 31 وقتی موفق نشدم بلیت طیاره بخرم، موقع برگشتم به خونه به آقای سلامتی گفتم که من دو مرتبه میخوام برم به گروه فرساد. گفت چطور شما اونجا گروه فرساد بودی؟ بابا فرمودن که دیگه نری اونجا. چطور؟ گفتم خب حالا که دولتی اجازه نمیدن بلیت طیاره به من نمیدن، که خب مجبورم دو مرتبه برم و کسب رو تکلیف بکنم. دو مرتبه من رو سوار کردند و اونجا سوار قطار کردند و رفتم طرف پونه. همین که به پونه رسیدم یکو علی اکبر اونهایی که البته دم در دربان بودن گفتن خب شما که
بابا فرمودن دیگه نه گفتم خب بلیت طیاره گیرم نه من اومدم کسب تکلیف کنم تکلیف کنم چه کار کنم. فوری علی اکبر رفت پلو بابا، بابا هم دیگه مولد ندادن، دو دقیقه نکشید که گفت که علی اکبر گفت بفرمایید تو. بابا فرمودن بیر رفتم تو درشن گرفتم و بابا فرمودن که بشین نشستم. پس این که اونجا گروه پرساد که مردم مریدا اومده بودند و رفتن، باز دو مرتبه از من پرسید و گفتم، گفت خیلی خوب چه کار کرد؟ گفتم نامه نوشتم برای ایران که بلیت طیاره برای من بخرن بفرستن و من اون موقع میتونم برم دیگه، به هیچ وسیله، نه از راه قطار، نه کشتی، نه هوا، هیچ راهی من نمیتونم برم، برای اینکه پول ایران ندارم. بابا فرمودن خیلی خوب باش اینجا تا موقعی که جواب نامه بیاد. یک هفته موندم، گفت فرمودن که خوب برو بنبه ببین نامت اومده یا نه. رفتم اومدم بنبه، دیدم که نه، نامه جوابش نیومده. باز فوری برگشتم طرف پونه و بهشون علی اکبر گفتم که با بابا بگه که بلیت طیاره نخریدم کسی و هنوز نیومده، جواب نامه من نیومده. خب خیلی خوبه. باز یه هفته دیگه موندم، باز دو مرتبه بابا فرمودن برو. رفتم و تقریبا 20 روز اونجا موندم پلو بابا، تا اینکه بابا فرمودن برو دیگه، برو بمبی، اگر بلیت طیاره گیرت اومد بخر و سوارشو برو ایران، اگر هم نفروختم به شما نتونستی بری همونجا بمبی بمون، دیگه اینجا نیای. دیدم خیلی دیگه من تمام راه‌ها برای من سد شد. اومدیم همطور، خیلی مایوس بودم و اومدم بمبی. بمبی اومدم و یک روز که ماندم با آقای سلامتی گفتم که من دیگه دارم دیوونه میشم اینجا بمبی، یا بایستی بیا بریم بلیط طیاره بخریم. بالاخره هر جوری میدونیم به هر وسیله‌ای که هستش من میخوام برم دیگه. او هم خلاصه اومد و با یه آشنایی داشت که تو حکومتی کار میکرد و خلاصه بلیت طیاره برای من جور کردن و گفتن یک هفته دیگه میای سوار میشیم میریم. من هم همون موقع پولش دادم و همه چیزا مدارک گرفتم و مال قنسولگری هم کارش تمام. ریل نمبر 32. ریل نمبر 32. Again. وقتی تمام مدارکم گرفتم و به طرف پونه رفتم، اون کارکنان اونجا همه متعجب شدن که چرا باز برگشتم، چرا اومدم، و علتش هم این بود که بابا دیگه فرموده بودند که شما وقتی که بمبئی رفتی دیگه به طرف پونه نه، چه بلیتت حاضر بشه چه نشه. و علی اکبر یک نامه نوشته بود که وقتی کارت تموم شد و میخوای طرف ایران بری، ما را یعنی به ما یه خبری به ما بده. منم این مدارک تمام گرفتم و خودم رفتم. وقتی که رفتم گفتم خب خودتون نوشتی که شما را بی اطلاع نگذارم. خب اومدم اطلاع بهتون بدم که من مدارکم درست کردم و بعد از یک هفته دیگه بایستی برم. حالا اگه اجازه میدم بابا اینجا باشم، نکه خب میرم. این دفعه بازم بابا اجازه دادند و تا یک هفته موندم اونجا و بابا هم فرمودند که تا آخرین لحظه به اختیار خودت گذاشتم، میخوای اینجا باشی باش، اما هواپیما از دستت در نره که کارت عقب بیفته. و منم هم همین کار کردم و بعد از یک هفته سوار شدم و طرف ایران اومدم. و تا به حالم نه زیارت بابا هم رفتیم در بله دیگه تموم شد، دیگه حرفی ندارم. Continuation of Reel 32. وقتی در پرم آشرام ما اینجا زندگی میکردیم، اینم نگفتم که موقع غذا خوردم، وقتی که غذا برای بچه ها حاضر می کشیدن و جلو بچه ها می گذاشتن، اونها با اون چیز
یک با آواز بلند که میخوندند که هری پر ماتما الله اهورماز گاد یزدان هم میخوندند و البته 5-6 مرتبه ده تکرار میکردن و میخوندن تا اینکه غذا همه چیز حاضر میشد و بعد غذا میخوردند و اغلب اوقات هم بابا میومد به دست خودشون غذا برای بچه ها میکشید و هرچه میخواستن بخورند غذا برشون میکشید و خود به دست خودشان. یکی از این روزها بابا اومد و غذا برداشت و ما 5-6 نفر از اون بچه هایی که بودیم دور خودش نشوند و مثل که بچه کوچیک غذا بهش میدن با دست خودش لقمه میگرفت و تو دهن ما هم یکی که میگذاشت و خلاصه یه روزم اینطور غذا خوردیم. و در همین چیز ریال 33 در اواسط سال مسیحی 28 حضرت بابا جان برای ملاقات حضرت بابا به مهرآباد تشریف آورده بودند و بابام به فاصله تقریبا 100 متری اونجا وایساده بود، همین موازی حضرت بابا جان. و اول مردها بعد به ترتیب همطور می اومدند و درشن بابا جان می گرفتند و می رفتند و ما هم نوبت بچه ها شد که در شبانه روز بودیم، درشن گرفتیم و خلاصه بابا جان تقریبا در حدود 3-4 دقیقه مسافه کردیم با بابا جان و تموم شد درشن و بابا جان هم باز طرف پونه رفت و ما هم رفتیم به مهرآشرم و همونجا مشغول کارم بودیم دیگه. تموم شد اینجا. توضیحاً به عرضتون میرسنم که وقتی در مهرآباد اطفالی که در پرم اشرم زندگی میکردن حضرت بابا جان با اونها مسافه میکرد، اما به هیچ کدوم از مردها مسافه نمیکرد و تمامش اطفال های پرم اشرم با اونها مسافه کرد و که صورتشون میگرفت و صورت رو صورتشون میگذاشت و ولشون میکرد، همطور مسافه اینطوره تموم دیگه.
Continuation of Reel 33. Begin. اسمم جمشید. اون در سن 9 سالگی بودم که رفتم کجا، یه نفر از یزد اومد اونجا اسم ما رو نوشت و قرار شد بریم به هندوستان. حالا من نمیدونستم کجا باید بریم، گفتم میبرن هندوستان. ما رفتم هندوستان. هندوستان که رفتیم، البته اون موقع هنوز ماشین نبود، ماشین خیلی کم، ما رو با ماشین بردن و تو ماشینم که نشستیم همینجور گریه میکردیم، میترسیدیم چون بچه بودیم میترسیدیم. موقعی که ماشین حرکت کرد رفت بیرون دروازه، یه قطار شطور اونجا داشتن میرفتن، این ماشین بوغ بزن، بوغ زد، از این بوغای چی مثل درشکه داره، از این بوغا میزن. این شطور همینجور تو هم لور خوردن، اینا ترسیدن تو هم لور خوردن. ما بچه بودیم همینجور وایسادیم و چیز کردیم، خندیدیم تو این ماشین، خندید دیگه ترسمون در. رفتم تا شیراز و جاده خیلی خراب بود، جاده که نبود، همینجور پس و پیش میرفتن و تو بیابونه و تا رفتم شیراز. شیراز گره رفتم شیراز. شیراز که رفتم یه روز اونجا بودم، بعد دو مرتبه ماشین گرفتن و رفتم تا بندر بوشه. بندر بوشه اونجا هم کشتی اومد و ما سوار کشتی شدیم. بگم خلاصه رفتیم بندر بوشه. بندر بوشه اولا در ذهن موقعی که ما میخواستیم حرکت کنیم، یعنی بریم اونجا، یه نفر از خرمشاه اومده بود، رستم نامی بود. این رستم اومد تو مزرا، مزرا یعنی 9 فرسخ راست تا یزد تو آبادی ما. این وقتی اومد اونجا اسم نوشتن، وقتی اسم نوشتن یه عده تقریبا در 20 نفر اسم نوشتن. این در 20 نفر که اسم نوشتن قرار شد روز بعد اینا رو ببرن شریعت تحویل بدن که ببرن بیارن بمبئی. اینا هیچ کدوم جرئت نکردن، گفتن ما بچه‌مون کوچیکو نمیفرستیم. فقط مادر من تک و تنها منو برداشت برد اونجا، برد شریعت. شریعت ازم که نشستیم تو ماشین و خلاصه بردیم تو. گفتن که باید بریم میبرن هندوستان. هندوستان یه نفر هست اونجا درس میخونه و دوباره تو باسواد میشی و می. نه دیگه نمیدونستم کجا میریم. خلاصه ما رو بردن اونجا. اونجا که رفتیم بندر بوشه رو کشتی نشستیم و تقریبا 5 روزم رو آب بودیم، تو کشتی بودیم. رفتم تا به هندوستان. هندوستانم پیاده شدم، یه روزم هندوستان بودیم. از هندوستانم دو مرتبه با ماشین با ترن ما رو بردن تا احمدنگر. احمدنگر که رفتیم، ما حالا همون بچه بودیم، خب نمیدونستیم. حالا 15 نفرم فقط مال ایران بودن که از ایران رفتم اونجا. ما هم که بچه بودیم نمیدونستیم کجا بریم چیکار کنیم. خلاص بردن اونجا. یک مدرسه بود، اون مدرسه البته بودن چند نفری اونجا بودن که تو مدرسه بودن، ما هم رفتم جز اونا. ولی این مدرسه جوری بود که اشخاص متفرقه راه نمیدادن، فقط منحصر بود به این چند تا محصلی که اونجا بودن. البته لباسون هم تفاوت داشت، یعنی لباس بچه مدرسه با لباس سایرون فرق داشت. لباس ما شورت کوتاه بود و یه پیرهن و همینجور یه جمپر هم پامون. اونجا هم که بودیم، بعدن هر کسی غریبم میومد ما باشون صحبتی نمیکردیم، تا اجازه از بابا نمیگرفتن ما صحبت نمیکردیم. خلاصه اونجا درس خوندیم تقریبا 2 سال، حال نمیدونم یادم نیست 2 سال بودیم چقدر. این مدتی که اونجا بودیم خیلی برای ما خوش گذشت، تا کم کم سر ساعت معین، یعنی غروب که میشد میرفتیم میخوابیدیم مثلا ساعت 8. 2 نفرم نگهبان داشت که شب، یکی این سر کلاس بود، یکی هم اون طرف چیز بود به صورت خوابگاه. اینا مراقب ما بودن که اگه یه وقتی مثلا خب توالت میخواستیم بریم، دست بابی چیزی میخواستیم بریم، اینها با ما همراه ما میومدن، ما رو میرسوندن توالت و دو مرتبه برمیگردوندن. این شب میخوابیدن. شب اگه یه وقتی مثلا یه نفر سرفه میکرد یا مریض میشد، اسمش یادداشت میکردن و صبح میبردنش دکتر. البته دکتر رو مدرسه و معلم و همه چیز خودش داشت. ما بیرون شهر بودیم، نه تو شهر، تو بیرون شهر اونجا بودیم، مدرسه‌مون اونجا بود. 6 ماه یه دفعه
البته جامون عوض میکردیم، یعنی گرمسیر و سردسیر داشتیم. وقتی این کلاس وقتی چیز میشد کلاس رجوع کلاس میخواستی صحبت کنم، یادتون باشه که number 35 شروع کنم. خلاصه خوابگاه وقت میمدیم و میخوابید. وقتی دو نفر که شب کشیک داشتن که به اصطلاح مراقب ما بودن، اینا صبح هم که میشد صدا نمی کردن، همینجور زنگ داشتن، دو تا زنگ داشتن، یکی این ور بود یکی این، زنگای دسته دار. این زنگ موقعی که ما بابایستی بلند شیم این زنگ صدا در میام، جوست زنگ میزن ما بلند میشیم، هر کدوم هم که بلند میشن صداشون نمی کردن، با زنگ میرفتن بالا سرشون تا بلند شن. اصلا وقتی بلند میشنه میرفتیم یه قطعی گردی بود این کف دستمون نگه میداشتیم، این گرد میرفتن به مشت ما، ما انگوش دندونامون میشستیم، وقتی دندون میشستیم میرفتیم در صورتمون میشستیم و میرفتیم تو اتاق ناهارخوری. اتاق ناهارخوری هم البته یه جایی بود که یه سالون بزرگی بود و این نیب زده بودن سر تا سر این، هر کدومون یه بشقاب بزرگ داشتیم، یعنی از این بشقاب برنجی با یه لیوان و یکی هم این چیز پیاله. این نمره بندی بود، تمام این ردیف این نمره بندی بود، حتی رو بشقاب و اینا هم نمره بود، حتی رو لباس و چمدونمون هم نمره بندی بود. نه هر کسی میرفتن بالا سر این، مثلا صبح که میشد میرفتیم یه دونه لیوان برمی‌داشتیم میشستیم اونجا، این لیوان میذاشتیم جلو خودمون. یه نفر هم مثلا یه کتلی پر شیر و چای بود، همینجور دور میچرخوند و این لیوانا رو پر می‌کرد و ما میدادیم. یه نفر پشت سرش نون میداد، هر که هرچی دلش میخواد نون برمیداشت، شیر میخورد یا شیر میخواد خالی بخوره، نون نمیخواد، هرچی دلش میخواد میخورد. میخوردن تا اینکه صبحونه که تموم شد بلند میشدن و میرفتن تو کلاس درس، تو کلاسی که به اصطلاح خواب، اون کلاس خواب هم میمدن و چی کار میکردن. این دفتر رو در کیف و ایناشون برمیداشتن و میرفتن مدرسه، مدرسه هم بودن تا ظهر. البته تمام چهار زبون هم داشت، انگلیسی بود و گجراتی بود و مهرتی بود و فارسی، چهار زبون هم بود، چهار تا معلم هم داشتن. ما یه چه اونجا درس میخونیم تا زور زور هم میمادیم خونه و باز میرفتیم کجا، تو همون که نهارخوری این بشقابمونو اون پیالمونو اون لیوانو برمیستیم میذاشیم جلو خودم. وقتی میذاشیم جلو خودم این البته این آشپز و چیز پیش خدمت و اینا داشتن، اینا میمدن و این بشقاب رو با پیاله برمیداشتن میرفتن تو آشپزخونه، تو آشپزخونه برنج و دال میکردن تو این، دال میکردن تو پیاله، برنج میکردن تو بشقاب میوردن جلو ما میذاشتن، یه نفر آب تو این لیوان میکرد دور میگن. خلاصه نهارا رو میخورد، نهار میخوردیم، بعد از اینکه نهار خوردیم تموم شد، بعضی موقع که هوا خوب نبود این ظرفا رو همینجا ول میکردیم و میمدیم، آشپزا خودشون میشستن، بعد موقع که هوا خوب بود خودمون میرفتیم میشستیم و میرفتیم تو کلاس به اصطلاح تو اتاق خواب، هم اتاق خواب بود هم جای درس و همه چیز بود، میرفتیم اونجا مطالعه میکردیم و بعد تو بعد از ظهر تقریبا دو سه ساعتی بازی داشتیم، یه چند دقیقه بازی بود، فوتبال بود، نمیدونم از این چوگان بازی بود. Real number 36. Begin. خلاصه بازی میکردیم و همه بازی بود، چوگان بازی بود، مثلا توپ بازی بود، و همه هم بازی بود، هر کسی هم طبقه بندی بود که مثلا خب بزرگا مثلا میرفتن بازی یه جور بازی میکردن، کوچیکان بازی دیگه میکردن، تا اینکه بازی هم که تمام میشد باز دو مرتبه میرفتیم و تو کلاس میشستیم درس میخوندیم، درس میخوندیم که مطالعه میکنیم در تا غروب تا شب، شب هم باز دو مرتبه میرفتیم تو همون نهارخوری و این سینی و چیزام ور میذاشتیم میبردیم اونجا، و شبا نون بود و خورشت قرمه سبزی، سبزی مثلا هر روز یه چیزی میخوردیم، میخوردیم میرفتیم میخوابیم. گوش نه، گوش من نمیخورد در زمین موقع، بعضی موقع مثلا خود مهربابا میومد اون وسط مینشست، ما بچه ها دورش جمع میشدیم و میافتدیم روش و دست پاش میمالدیم و چیز میکردیم. بعضی موقع میشد مثلا حتی پدر من وقتی اونجا بود، یه بچهش اینجا مریض شده بود در ایران، این مریض شده بود، وقتی مریض شده بود اونجا فهمیده بود، به پدرم گفت که پسرت مرده،
مریض شده مرده بود. بابا بهش گفته بود که پسر ما. دو روز بعدش کاغذش اومد که بله یه پسرش مرده. از این چیزا بود. یه چیزایی مثلا اصلا نمیشه باور کنی که این چه موجوده می. یه نفر مثلا میومد اون بیرون، البته خطکشی بود، کسی حق نداشت، نگهبان واسطه بود، کسی حق نداشت بده. یه نفر اون بیرون بود که مثلا خب از دور از این کلاس اون چیزا بود، دم دروازه مثلا میومد کار به اون داشت، میگفتن که اون میفهمید که فلانه کس چه کار داره. اگه چیزش بود که میگفتن بیا تو، اگه میگفتن نه یعنی کار چیزی نبود میگفتن نه نیاد. از این حرفا مرتبا با بچه مثلا یکی دلگیر بود، غمگین بود، میره پهلوش میشه چرا غصه میخورید، چه ناراحتی مثلا چیز، اونم ناراحتی میدونست. ولی خب من سعیش هم این بود که ما شبا بلند چیم، مثلا بهمون میگفت هر که دلش میخواد بلند میشد، هر که دلش نمیخواد بلند نمیشد. یه دستمال میبستیم چشمون و شب میشستیم مثلا خدا خدا میکردیم، همجور میسوستیم اسم خدا میبردیم. تا اینکه یه نفر همینجور از بس که خودم دیدم، از بس که خدا نشست و اینجا دیگه شب تو خوابش نبرد، دیگه همینجور مرتب میشست و دستمال بست و خدا خدا میکرد و از این حرفا. تا اینکه دیگه از غذا خوردن و از همه چی افتاد که به کلی غذا هم نخورد. این اون موقع اومدن چیکار کردن؟ خلاصه همون حضرت مهربابا رفت جلوبش و بهش گفت که با قاشق خوراک دهنش میکرد و میدونست که اون وضعی اون چه جوریه. تا یه مدت اونجا بود و چند وقتی اون وقت بعد فهمید و این خودش گذاشت رفت، سر گذاشت به بیابون رفت. حالا کجا رفت و چطور شد منفهم نمیدونم. ما هم کم کم طوری شده بودیم که اصلا داشتیم عادت میکردیم همینجور میخواستیم مثلا امروز فردا امشب ساعت 10 مثلا 8 از خواب بلند میشیم، فردا شب ساعت 7 بلند شیم، یه ساعت همینجور هی طول چیز میکردیم که به اصطلاح صبح زودتر بلند شیم. مثلا کار میکشیم به جایی که ساعت 1 بعد از شب بلند میشدیم میشستیم، همه یه عده میشستن یه عده مثلا خب دلشون نخواست نمیدونم. یه عده میشستن یه عده هم خب دلشون نمیخواست میخوابیده. و در ضمن اونجا یه نفر بود، مرد بود، بزرگ بود و چیز میکرد، اون مثل دیوونه مونند بود، توپ بازی میکرد، گاهی وقتی خودش جیغ میکشید. و از مهربابا سوال کردن که این چشه، گفت این خیلی ریاضت کشیده، میخواسته به سلام خود به خدا برسه و خدا رو ببینه، چون یه معجزه‌ای کرده که اینا حق نداره معجزه بکنن، یه معجزه کرده خدا سر زده اینجور دیونه شده، حالا پناه آورده به اون که اون به سلام ترتیبی بده که بله از این حال خارج بیاد. حالا اونش هم دیگه نفهمیدم چطور شد و چیکار کردن، اونش هم نفهمیدم. اون عبدالله بود، اسمش عبدالله بود، چند وقتی اونجا بود و تقریبا 2-3 ماه همینجور بود تا اینکه واقعا خلاصه سر گذاشت به بیابون، دیگه نفهمیدم کجا رفت. و پدر منم که شما می‌فهمید، پدر منم موقعی که من اومدم، یعنی اون بمبایی بود قبلا، وقتی من اومدم من یزد بودم که مادر منو فرستاد بمبایی، پدرم اومد و چیکار کرد؟ از بمبایی میاد ایران که میاد مادرم میبینه که پدرم میپرسه که من کجا هستم، میگه که من رفتم کجا بمبایی، اونم دوباره پشت سر من میاد اونجا. وقتی میاد اونجا میاد همونجا تو دستگاهی هم حضرت مهربابا، وقتی میاد اونجا اونم مشغول کار میشه، میفهمه که من پسرشم اونجا، اونم مشغول کار میشه، یه حقوق میگیره اونجا کار میکنه، شبا به اصطلاح نگهبانی میکنه. با خود مهربابا چه حالتی؟ ما که دیگه اصلا دیگه دیوونه اون بودیم، خیلی حالا به خود چیز داشتیم. و در ذهن موقعی که میخواستیم بیاییم، که یعنی ما نمیخواستیم بیاییم، اینقدر دست پاش افتادیم و گریه و زاری کردیم تا اینکه گفت که شما برین، من دو مرتبه شما رو میخوام، می اینجا چمدون دون اینجا سو دو مرتبه برمیگرد. ما همینجور با خوشی ولا اینجوری نمیرفتیم، ما همه دست پاش افتادیم، اینقدر زار زمین گریه کردیم و زاری کردیم که نمیخواستیم بیاییم اینجا. گفت که نه شما برین، ما دو مرتبه تو شما رو میخوام. خب ما دیگه چاره نداشتیم اومدیم. ما هم که اومدیم ما رو البته با جای دیگه تحویل نمیدادن، باید دو مرتبه ما رو مستقیم بیارن تو دست پدر مادر رسید بگیرن و برن. همونجا هم که دو مرتبه با کشتی اومدیم بوشهر و بوشهر اومدیم شیراز و شیراز اومدیم یزد، یزد هم که اومدیم ماشین نبود، یعنی اون خطی که به اون آبادی ما بره ماشین نبود، جاده هم نبود،
ولی خب بالاخره برای خاطر یکی من تو همون ماشین نشستم، منو آوردن تا همون آبادیمون، اون آبادیمون آوردن، رسید از پدرم از مادرم گرفتن و خود دو مرتبه برگشتن، منو همونجا موندن دیگه. چه اتفاقات دیگه یادتون میاد که بابا بودید؟ دیگه اتفاقش اینه که خب دیگه با هم بودیم و خیلی هم جدا که کارهایی که اون میکرد مثلا در صورتی که کوچیک بودیم عجیب غریب بود که اصلا نمیشد فکرش بکنن ها، که چه کارهایی که اون میکرد، چه موجودایی میکرد اصلا معلوم نبود چجور. بله خلاصه ما اونم تازه مرتب تو دستگاه ما، یعنی با هم بودیم ما همه جور، هر موقع کار داشتیم اون میمد وسط ما میشد با هم چیز میکردیم، بعض موقع یه کارهایی میکرد که اصلا خوراکش هم اصلا معلوم نبود چی بود. این همه حرفایی که زدم با وجود این من هنوزم ایمان دارم به حضرت مهربابا، چون میدونم روحش هنوز بالا سر ماست، روحش آزاده. این جانب اسفندیار وصالی، در موقعی که به زیارت بابا نایل شدم بیش از 16 سال نداشتم و اون تجربیات باطنی که از بابا اخذ کردم این بود که فقط دوست داشتن بابا صحیح است و به غیر از دوست داشتن او هر گونه فکر و ریاضت ارزشی نداره و من موقعی که بابا را کاملا بدون، یعنی باطنم باشه از تمام افکار خالی باشه و بابا را به مرحله کمال او را دوست داشته باشم، خودم را بابا احساس میکنم و به غیر از بابا چیز دیگه نمیتونم بفهمم، یعنی در خودم ها، بیرون هیچ کاری ندارم، فقط در هستی خودم او را احساس میکنم و خودم او میشم تا مادامی که اون در اون عشق باقی باشم. تمام. راجب آقای پاکروان شما ها. راجب آقای پاکروان، زمانی که من در پرم آشرم بودم روز سوم که در حالت بیهوشی بود، من بیمارستان خالی بود، موقع زور بود، من وقت را غنیمت شمردم و رفتم پلوش، ازش پرسیدم آقای پاکروان من را میشناسی؟ او نگاهی کرد و همطور که در حالت بیهوشی رو تخت خواب خوابیده بود نگاهی باز کرد و من را دید و گفت که بله. گفتم من که ازش سوال کردم من کی هستم؟ فرمودم که بابا. یه چوب کبریت اونجا افتاده بود، من اون را برداشتم و اونم با نشونش دادم، گفتم این را میبینی؟ گفت بله. گفتم این چیه؟ گفت بابا. هر سوالی که کردم به غیر از بابا چیزی در نمیدید و نمیگفت. اینم از شرح حال آقای پاکروان که من در اون سن طفولیت او در حالت بیهوشی او را ملاقات کردم. بعد میگفتید که وقتی در اون حالتی هستید که بابا را حس میکنید، اگه یه فکری بیاد اون حالت رو از دست میدید، این چجوری ممکنه؟ به محض این که خب من مثلا در البته در اثر همنشینی که خوب البته در جوارمون دیگه خدا بود به شکل انسان زندگی میکردیم، یواش یواش از گرمی از اون میگرفتیم، یواش یواش ایمان از اون میگرفتیم و صحبتهای روحانی همه شب بابا میگو که هم. Every night after that we would get warm from Baba and every night he would speak on divine things.
مثلا بابا با اشاره که صحبت های روحانی میگفت به زبان اردو، به زبان انگلیسی، به زبان فارسی، همه میگفتن که همه فرقی که اونجا نشسته بودن میفهمیدن. یعنی اول کار پس بابا کسی که ایمان نداشت به این موضوع، ذکر خدا رو میگفت، ذکر خدا میگفت. و یا باش کم کم رفته رفته این بود که بچه ها وقتی اونجا هر کدوم که ایمانشون تقریبا داشت که خب مثلا خوب میشد، اون وقت پرم اشرم تشکیل داد. And after the children got warm and their faith became more, Prem Ashram was formed. پرم اشرم تشکیل داد و اونجا هم خوب باز تو پرم اشرم هم خوب باز بچه ها همه که یک جور نمیده نبودن. And Prem Ashram, not everybody was the same. یک مرتبه یادم میاد اونجا توکا بودیم. دو تا رودخونه جای محلی بود که دو تا رودخونه سر به هم میگذاشت یکی میشد. و اونجا اتاق بابای اتاق ساخته بود. همینطور هم عکسش داشتم. حالا نمیدونم کجا بردم. آره اونجا ما زندگی میکردیم. وقت ترمه 15-16 تا از اون بچه ها اتاق علاهده از پشت اتاق خودش، اتاق حصیری، اتاق حصیری ساخته بود و عرض میشه تو اون. خب البته ما دیگه کارمون معلوم بود دیگه، دیگه مشغول همون فکر بابا و عشق ورزیدن و و یکی از این روزها من بابا ما را دعوت کرد، چند تقریبا در 15 تا از اون بچه هایی که بودیم تو اتاق خودش، تقریبا 2 بعد از ظهر بود. اون وقتی که ما رفتیم تو اتاق، دور اون اتاق، اتاقش هم کوچیک بود، من در نصف این اتاق بود نشستیم. از میشه گرامافون هم آورده بود که اشعار عرفانی، اشعار عرفانی بود و که خب ما هم گوش بدیم. اون موقع که رادیو چیزی نبود. اون وقت من وقتی که نشستم بابام خوابیده بود اونجا تو اون اتاق. یه وقتی تو همینطور که خوابیده بود من تو با خودم گفتم که خدا مگه بیخوابه؟ بابا خوابیده و خدا یه وقتی همینطور که این تا به محض اینکه این فکر کردم دیدم بابا همینطور که خوابیده این چشم زیریش هیچ کدوم دیگه ندیدم، متوجه بابا هیچ کدوم نه، فقط من یکی متوجه بودم که اون چشم زیریش باز کرد من را دید و باز به هم گذاشت. فصل تابستان وقتی هوا خیلی گرم شده بود، حضرت بابا از مهرآباد به آرنگان کوچ کردن، یعنی اونجا آب و هواش خوب بود و در جوار دو تا رودخانه که سر به هم میگذاشت یکی میشد، اونجا یک اتاق بابا ساخته بود و اونجا زندگی میکردیم و البته همه با اتاقهای حصیری بود که زندگی میکردیم. فقط اونجا یک نفر اومد، بابا یک اتاق اونجا ساخت به نام مهرمنزل. و خب اون فصل تابستون که هوا گرم بود در مهرآباد ما اونجا زندگی میکردیم، البته در جوار بابا. توکا آرنگان. یکی از این روزها بابا بچه هایی که در پرم اشرم اونجا بودند تو اتاق خودشون دعوت فرمودند و همه رفتیم تو اتاق، اطراف دور تا دور اتاق بابا نشستیم. وقتی که اونجا نشسته بودیم من یه ها توجهم به طرف بابا رفت که بابا خواب بود، اونجا خوابیده بود. من با خودم یعنی در قلب خودم گفتم خدا میخوابه. بابا موقع همین موقعی که من این فکر در مغزم بروز کرد، همینطور فکر اومد،
دیدم بابا اون وقتی که یک پلو همطور خوابیده بود چشم زیریش به طرف من همین باز کرد، طوری هم باز کرد که هیچ کدوم متوجه نشدن و من را دید و چشمش به هم گذاشت و مرتبه باز تقریبا در حدود 10 دقیقه دیگه خوابیده بود که این دفعه بلند شد و گرامافون کوک کردن و اشعارهای عرفانی می نواخت و بعد از این دیگه رفتیم باز به منزل خودمون دو مرتبه جای بابا. وقتی بچه ها در اتاق بابا همه بچه های پرم اشرم نشسته بودن، من هم اون لاین آخر نشسته بودم. فرض بکن بچه ها از این طرف شروع نشسته بودن تا اینجا، بابا هم اونجا خوابیده بود. وقتی من تو خودم فکر کردم که خدا هم میخوابه، بابا وقتی همینطور خوابیده بود این چشم پایینیش که هیچ کس دیگه روی نبود که متوجه بشن، اون زیری همطور یکی چشمش طرف من باز کرد، یعنی من خواب نیستم، بیدار هستم. بله، فکر من را داشت بالاخره مکتب حقایق چی بهش میگن، این همین بهش میگن که اسلامی، که به محض این که فکری در مغزم، من مشغول کار بودم، مثلا ذکر بودم، یه فکری تا که میاد، تا مثلا اونجا مشغول صحبت بود با یکی دیگه، تا من یه فکری تو مغزم نگاهش پیش من بود، تا نگاهش پیش من میافتاد من متوجه میشدم که بابا فهمیده باز مشغوله، تا من متوجه میشدم که بابا فهمیده بابا نگاهش برمیکرد و با اون حرف میزد. خیلی همینطور به من فهمونده بود که اون میفهمه. نگه خب البته مثلا شما سایرین مثلا میگیم ایمان به بابا داری، میگی که بابا همه چیز میدونه میفهمه، اما اونی که به تجربهش برسه که میفهمه چیز دیگه هستش. مثلا بابا من تا مثلا فکر میکردم میدیدم بابا توجهش نگاش پیش منه، تا من متوجه میشدم بابا نگاش پیش منه، من خب البته خیلی خجالت میکشیدم که خب بعضی وقتا خیلی فکرهای بد میومد، حتی فوشم به بابا میگفت این فکر. خب من نمیتونستم نگرش دارم، فکر چیزی هستش که خب به دست آدم نمیاد، اصلا رنگ نداره، نمیشه گرفتش. اون وقت به این وسیله همینطوری یواش یواش بابا به این جور کم کم من را متوجه کرد که جدیت کنم که بتونم افکار خودم، فکر خودم، ذهن خودم را در اختیار خودم بیارم، تا مادامی که میخوام مثلا هر اندازه خواستم میخواستم فکر بکنم میتونستم، هیچ فکر دیگه نکنم، فقط فکر بابا. این ولش کن دیگه، این بنشینم که جای نشستن نده، وایسادم گفت بازو او را بگیرم، بازو او را گرفتم و از مهرآباد که اونجا که کلاس مدرسه بود به طرف مهرآشرم اون بالا اونجا که آرامگاه خودش هستش تا اونجا رفتم. وقتی اونجا من را پیاده کرد، اینی که گفتم حالا وقتی که من را پیاده کرد اونجا، گفت ببین شما هر چی من میگم بایستی گوش کنی. گفتم چش گوش میکنم. گفت که از امروز به بعد خدای تو من، پدر تو، مادر، اجدادت، هر چی میخوای فکر بکن همه چیز رو من ول کن، بهشت، دوزخ، پیغمبرت، همه چیز، من همه چیز تو هستم، به هر طوری که من میگم بایستی گوش کنی. قبول کردم. این بود که گفت از این امروز به بعد فکر من بکن، هیچ فکر دیگه نکن، فکر من بکن. همون اینطور بکن دیگه، از امروز به بعد فکر من بکن. گفتم چشم. خب بابا، خب البته اون پایین کار داشتن همیشه، باید تو اون گاری سوار شدن، باید بردنشون پایین. وقتی اون پایین روز بعد باز بابا که میخواست بیاد، از دور بابا که دیدم، من را متوجه کرد که چطور بسی دوست بدارم. عشق باطنی چی هستش، عشق اندرونی چی هستش، اون من را متوجه کرد از دورا. همین که من متوجه شدم، همون را گرفتم دیگه، نه با زبونا،
فقط از دور تقریبا یک کیلومتر فاصله داشتیم. از دور وقتی که متوجه شدم دیگه از اون تاریخ به بعد الان در حدود 46-7 سال هستش که من دنبال همون یک کلمه که من رو متوجه کرد دارمش، بلش نکردم. I mean, I can. Also, when I was with Baba, Baba showed such concern for me, and all the only things that I alone would know, because there isn't anybody else, unless I told it to, that could know these things, of what Baba's consideration was for me, and how perfectly he would treat me, and I mean, just everything that he did was so perfect. So I was able to witness this, and so naturally, I alone would know it, unless, as I say, I would mention to someone else. Now, in the States, I would, and other Baba began before I met him. Because I had seen his writings, and I had also been very impressed by the nature of the life that he was living. And even though I was not given any sort of major inner experience from Baba, yet when I was with Baba, my awareness of him and that he did know everything through incidents similar to what he was saying. با از اتفاقاتی مثل هم اتفاقاتی برای شما افتاد و اینکه او همه چیز واقف و همه چیز رو میدونه. Because of all of the things I witnessed and saw, I could accept Baba wholeheartedly as being God, as the God man. اتفاق افتاده بود دیگه هیچ شکی براش نمونده بود که بابا خداست و انسان خدا انسانه. Now then there are many that have not met Baba in the States. اگر ببینه جالب هست شما هم بگم. من 63 وقتی که از زیارت بابا برگشته بودم اینجا، یکی از این روزا همینجا اون تو حیات رو بلندی یک کوپا سنگ بود اون پایین، نمیدونم پام سر خورد افتادم رو اون سنگ ها. اون وقت این زانو و پام همطور ورم کرده بودم و نمیتونستم راه برم. شبم که خوابیده بودم تو خونه میدم همش به فکر این درد پا و ناراحتی پا بودم، نمیتونستم هیچ فکرم را متوجه بابا بکنم. اون وقت حتی میخواستم توالتم برم، خودم رو زمین میکشیدم میرفتم که نمیتونستم به هیچ وجه رو پا رو زمین بگذارم. به چیز خیلی هم تو شب ناراحت بودم. یه وقت نصفه های شب بود که خیلی ناراحت بودم، مثل همون موقعی که تو اون برف و بارندگی رو گیر افتادم. اون وقت خیلی ناراحت شدم و اون وقت گفتم بابا من ببین از برای ناراحتی من ناله نمی کنم، من ناراحتی من اینه که همش فکرم متوجه خودمه. اون وقت هیچی این حرف بزنم خیلی هم ناراحت شدم و همینطور یه خمیازه میدونی که آدم قد میکشه، یه خمیازه در من پیدا شده، همطور بندازه شدید بود که این بنده های پای من بنده های پای من میخواست همطور کنده بشه. که یک صدایی همطور این سرزانو من یک صدایی در اومد درش و همون موقع دردش ساکت شد. بلند شدم و راه افتادم و دیدم میتونم راه برم. هیچی شیرین را صدا کردم، گفتم شیرین پای من خوب شد. پای من خوب شد، خوبم شد. Baba
من بابا هر وقتی در خودم احساسش بکنم به غیر از خوشی و شادمانی و ذوق هیچ چیز دیگه وجود نداره. هیچ چیز دیگه به غیر از خوشی وجود نداره. هیچ. من به غیر از خوشی فقط همین وقتی که بابا در خودم متوجه بابا میشم در خودم با خودم که خودم را کاملا وقتی که ببین وقتی که دوستی یه خورده کمال که نمیتونم بگم دوستی اون شدید میشه که دوست دارید از میشه دیگه آدم خودش را فراموش میکنه همه چیز او را در خودش میبینه حس میکنه اون وقت به غیر از خوشی و شادمانی چیز دیگه نیستش چیز دیگه وجود نداره نیستش چیز دیگه از نظر خارجی میخواست بگید که موقعی که در پرم اشرام رو با بودید نه خارجی هیچ نه یه بابا با شما بازی کردید اوه خیلی خب بچه ها که خب موقعی که همه روزه از مدرسه می اومدن خب البته بازی میکردیم تا چند یه مدت معینی بود اون موقعی که من سکوت اختیار کردم دیگه بازی تموم شد بازی دیگه جدی شد اون موقع نه اون خب با بچه ها بازی میگردیم کریکت مثلا هاکی کریکت چیزا بازی میگردیم اما ها نه جالب نیستش یعنی جالب اونیه که چه حالتی داشت با بابا بازی میکردیم چجوری بود ما دیگه اصلا همه چیز فراموش میکردیم دیگه پدر مادر ایران هیچ چیز یادمون نبود همه چیز فراموش بله اونم گفتم بسنید آره گفتم بسنید آره گفتم اون موقع پول نداشتم پول نداشتم او بیدول مهنامه نیشون خب ما اینقدر شوق و ذوق داشتیم که حالا بابا امروز فردا چهار روز پنج روز سه روز تلفن نه تلگراف نکرد خلاصه یه وقت این تلگراف اومد که بابا بنبه رسیده ولش نمیکرد خلاصه گفتم ساختیم خود دادیم عادت کردیم دیگه بابا هر قولی بهم میدن بابا نمی کردم هم اونا گفتن نداره دیگه نه دیگه خوب که بابا مثلا قول به ما داده خوب درو گفته خوب نیست این دیگه بگیم یه وقتی همون موقع 63 که رفته بودیم زیارت بابا دستور داد علی که ایرانی من را سوار ماشین خودش کرد و من را بود مهرآباد آقا بیدل وقتی مریض بود اونجا من خب یه شب اونجا پلش بودم رفتم پلش نشستم دست و پاهاش یه خورده ماساژ دادم حالا اول خودش ازش گرفتم گفت نه خب من الان دیگه حالم خوب نیست و خب یه سکته بوده برام اومده و خب گفتم خب دایی میخوام یه چیزی ازتون سوال کنم بگو ببینم تو الان در حدود یعنی از اول عمر زندگانی تا حالا خدمت بابا بودی از بابا چه فهمیدی؟ چه نتیجهی گرفتی؟ چه تجربهی گرفتی؟ در اومد و گفت همینی که میبینی هیچ بابا ده وعده به من داد تا اینجا رسیدم حالا هم هیچ گفتم چطور تو که پهلو بابا بودی میتونستی ریت عشق بازی را
عشق و مستی و اینها را تحصیل کنی تو مکتب بابا. چرا؟ چطور شد که نکردی؟ علتش چیه؟ یعنی آب تو کوزه هست و شما داری تشنه میگردی؟ برای چی بازی تشنه میگردی؟ تو پل دریا هستی؟ گفت والا خیلی این حرفا که زدم، گفت که من از این ظاهرسازی و خلبازی و اینها، نه که من میگفتم وقتی که مردم خیال میکنن این پیچ چل شده، میگفت از این دیوونه بازی من خوشم نمیاد. اون وقت یکی پادری بود اونجا مهرآباد، میشناختیش؟ اون زبون ما میفهمید، زبون دری من حرف میزدم، زبون زردشتی ها حرف میزدم، اون میفهمید. خلاصه وقتی که حرفامون تموم شد و شب آخرهای شب بود، خوابیدیم و وقتی که اومدیم بیرون و اون این شعر برای من خوند، گفت که چی؟ دیوانه شو تا غم تو دیگران خورند. اینطور گفت و فهمیدم که خب همه مطلب ها گوش داده و دستگیر فهمیده. خب مقصود اینه که خب آقا بیدولم یک اون با بابا بود، بی نتیجه نیستش. آخه این ببین، یک نفر میخواد دکتر بشه، ببین چقدر چندین سال جگر خودش خون میکنه، مغز خودش دیوونه میکنه، مدارس ها میبینه، استاد ها میبینه، دانشگاه میره، خارجه میره، تا اینکه مهندس میشه، دکتر میشه. ببین چندین سال وقت لازمه. آیا آدم به خدا برسه که تمام علوم دنیا، تمام هرچی علم و علوم و فنون دنیا هستش دیگه برای او یک ذره هم پوشیده نباشه؟ آیا این علم بهتره بالاتره یا اون؟ البته اینم وقت لازم داره، به آنی صورت نمیگیره. برای اینکه ما از اولی که از اومدیم به دنیا شکل جمادی گرفتیم تا حالا کوله پشته خیلی فشرده شده و پر شده، اینا بایستی بریزه، سبک بشه. ببین ما در زندگی بشر همه جور اخلاقی داره، اخلاق حیوانی داره، اخلاق حیوانات موزی درش هستش، همه اینا هست. باید کم کم تصفیه بشه، پاک بشه، تا اینکه اون روان پوشش لطیف بشه و بتونه از حقیقت خودش در خودش درک بکنه. تا این روان پوش لطیف نشه، کوله پشت سنگین باشه، نمیشه. نیستش آدم. خب ببین الان در عالم لطیف داره کار میکنه، تا لطیف نشه افکارش، عرض میشه اعمالش، همه چیزش تا لطیف نشه نمیتونه قدمی راه به این باریکی بگذاره که هیچ کس به فکرش درست نمیاد که راه طریقت، عرض میشه ما در خودمون، هر کسی فردن فرد به چیز کشته اعمال خودش، اون راه در خودش و با خودش و روح به این بدن به منزله یک پله میمونه که ما میخوام بریم پشت بام. روح هم باسی در این بدن، در این معبد تن باسی تصفیه بشه، پاک بشه، تا اینکه غبار راش بخوابه، تا اینکه بتونه خودی خودش در آینه خودش، یعنی این دل که میگه آینه دل ببینه، آینه چیزی وجود نداره. باسی اون روح تصفیه بشه، پاک بشه، اون کشته اعمال باسی پاک بشه، تا اینکه نمیشه گفت که چجور میبینی. فرض بکن این نوری که تو چشم شما هست داری میبینی، این بسی به اندازه این نوری که در چشم شما بیناست، اون قوهی که در گوش شما شنواست، در زبان ما گویاست، در دماغ ما اون بویش میفهمیم، این حسایی که داریم، اینا تمامش بسی یکی بشه با اونم دیدن، یعنی مشاهده جمال خودت یا خدا. مثل
آبی که ببین بارون میاد.